سلام رفقا یکی دیگه از شبهاتی که اسلام سلیس ها خیلی در موردش مانور میدن مسئله آیات اول سوره تحریم و ماریه قبطیه است که ادعا میکنند یه رسوای جنسی بر رسول خدا اتفاق افتاده سهر. تازه میگن اگه باورتون نمیشه خدا تو سوره تحریم به این مسئله اشاره کرده حالا ماریه قبطیه کی بوده آقا رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم طبق عادت همیشگیشون که مردم رو با صحبت به دین اسلام دعوت میکردن نه زور و اجبار یه نامه‌ای برای پادشاه مصر و اسکندریه میفرستن و ایشونو دعوت میکنن به دین اسلام پادشاه هم برای اینکه آقا رسول خدا رو اکرام بکنه چند تا هدیه و دو تا کنیز برای حضرت میفرسته که یکیش ماریه قبطیه است که آقا رسول خدا وقتی اسلام رو به اینها عرضه میکنه اونها مسلمون میشن و ماریه به همسری آقا رسول خدا در میاد اما شبهه که اسلام ستیز مطرح میکنن اینه که یه روز حفصه همسر رسول خدا گفت من میخوام برم خونه بابام کار دارم پیامبر هم که چشم حفصه رو دور میبینه به ماریه میگه بیا خونه حفصه و با ماریه خلوت میکنه و صحبت میکنه و حالا نزدیکی میکنه چون همسرش بوده بالاخره دید. اسلام ستیزا این داستان اینجوری ادامه میدن که بر برمیگرده خونه و متوجه ماجرا میشه به پیغمبر میگه آخ 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 تو خونه من و تو روزی که نوبت من بوده با کنیز مصریت فلان کارو کردی پیامبرم میگه باشه باشه تا اینجاشو فهمیدی دیگه ادامه نده من ماریه رو به خودم حرام اعلام میکنم اما تو هم این قضیه رو پیش کسی فاش نکنه برای کسی تعریف نکن حفصه میگه باشه به کسی نمیگم از خونه میاد بیرون میره پیش آیشه میگه آخ آیشه کجا بودی که من فلان قضیه رو دیدم و رسول خدا ماریه رو بر خودش حرام اعلام کرده جدی میگی طبق ادعای اسلام ستیزا این راز و به قول خودشون این رسوایی جنسی پیامبر لو میره و همه میفهمن بعد این ماجرا آیاتی نازل میشه آیات یک تا پنج سوره تحریم که خدا به پیغمبرش میفرماد چرا اون چیزی که برای تو حلال بود رو بر خودت حرام کردی تا رضایت همسراتو به دست بیاری و ادامه آیه هم آیه و مورد اتاب قرار میده که چرا راز پیامبر رو فاش کردین و اون رو به بقیه گفتین شما گناهکار رو باید توبه کنید اولا دوباره منابع اهل سنت برای اسلام دردسر ایجاد کردن دقیقا مثل افسانه قرانیق که کتاب سلمان رشدی ملعون در مورد همین افسانه که تو کتاب اهل سنت اومده چون سلمان رشدی دید اهل سنت تو کتابشون نوشتن که شیطون برای پیغمبر آیه نازل می‌کرده هم فرق شیطون و جبرئیل رو نمیفهمیده. برای همین اومد از رو این روایت اهل سنت کتاب خودش رو نوشت و بعدش هم دیگه داستان سلمان رشتی رو میدونید که ماجرای افسانه قرانیق رو میتونید از لینک بالا مفصل ببینید این ماجرای ماریه قبطیه هم فقط تو کتاب اهل سنت اومده مثلا تبری تو کتاب تفسیرش جلد 22 این شبهه رو به دامن اسلام انداخته حالا شیعه باید بیاد جوابش رو بده و هیچ عالم شیعی این ماجرا رو نقل نکرده اگر هم تو کتاباشون گفتن دارن از اهل سنت نقل میکنن مثلا کتاب المیزان علامه طباطبایی داره از درول منصور سیوتی نقل میکنه تازه بعدش علامه طباطبایی ادامه میده میگه این داستان تخیلی که اهل سنت نقل کردن اصلا با سیاق آیات یک تا پنج سوره تحریم هم خونی نداره که بخواد شعن نزولش این ماجرای ماریه باشه و اما اشکال دوم این حرفا اینه که وقتی ما کتب اهل سنت رو با دقت نگاه میکنیم ببینیم ابن سعد تو کتاب طبقه الکبرای خودش جلد هشت یه بار این ماجرا رو اینطوری توضیح میده که تو روز و نوبت آیشه آقا رسول خدا رفتن خونه آیشه و بعد ماریه قبطیه رو صدا زدن و ماجراها اتفاق افتاد و آیشه اعتراض کرد که یا رسول الله تو روز من و تو نوبت من همچین کاری رو انجام دادی دوباره ابن سعد تو همون کتاب طبقات تو همون جلد هشت دو صفحه جلوتر میگه خلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به جاریته ماریه فی بیت حفصه یعنی شی برام پیامبر تو خونه حفظه با کنیزش ماری خلوت کرد و وقتی که حفظه برگشت گفت یا رسول الله تو خونه من و تو نوبت من این کار رو با کنیزت کردی خب میبینیم یه تضاد خیلی گنده این وسط هست یه بار میگن تو خونه آیشه و تو زمان آیشه اتفاق افتاده یه بار میگن تو خونه حفظه و تو زمانی که نوبت حفظه بوده اما جالبه که تو کتاب حبیب و سیر این ماجرا رو اینطور نقل میکنه که وقتی آیشه از قضیه با خبر شد اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله شما اگر میخوای با ماریه باشی و پیش ماریه باشی بیا تو وقت من و روز من این کار رو انجام بده بذار نوبت بقیه زنهات برای خودشون باشه اشکالی نداره وقت من برای تو و ماریه خب مگه قرآن آیه و سر رو توبیخ نکرده بود مگه تو سوره تحریم آیه یک تا پنج نیومده به آیه و هفته نگفته که دلهای شما منحرف شده به درگاه خدا توبه کنید اینجا که داره میگه اتفاقا آیشه با رسول خدا همراهی کرد وقت و نوبت خودش رو به پیغمبر داد پس چرا قرآن توبیخش کرده اینا همه نشون میده که این داستان تخیلی تضاد و تناقض زیاد داره تا اینجا ویدیو رو اگه دوست داشتین به زحمت لایک کنید تا یوتیوب افراد بیشتری نشون بده اگرم تازه وارد کانالمون شدین و به این سبک محتوا حتما کانال سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید قبول سوما آقا بر فرض همه این تضاد و تناقضایی که براتون گفتیم تو این ماجرایی که اهل سنت نقل کردن نیست و آقا رسول خدا با همسر خودشون ماریه خلوت کردن این کجاش رسوایی جنسی برای پیامبره ماریه که همسر رسول خدا بوده و بر فرض که این داستان درست باشه که نیست که الان میگم اصل ماجرا چیه اما پیامبر چه کار بدی یا حرامی مرتکب شده که شما اسلام ستیسا تو بوق و کرنا میکنید رسوایی جنسی برای پیامبرتون اتفاق افتاده ممکنه بگن همین که حفصه پیامبر رو در اون حالت دیده و رسول خدا هم حق و سکوت داده به حفصه که به کسی چیزی نگو اینا بد دیگه اما ما تو جواب میگیم قرآن تو سوره تحریم میفرماد اذا اثر النبي الى از واجهی حديثا وقتی که رسول خدا به بعضی از همسراش یه سر و گفت اون رفت سر رو فاش کرد پس طبق قرآن ماجرا اینطور نبوده که پیامبر یه رازی رو داشته بعد حفظه متوجه اون شده بلکه رسول خدا اومده این راز رو به حفظه گفته و اگر هم سری بوده از جانب رسول خدا به حفظه بوده نه اینکه حفظه اونو فهمیده یعنی حفظه چیزی رو ندیده که بخواد آبروی پیغمبر رو ببره خود رسول خدا بهش گفته یعنی ماجرای حق و سکوت دادن و ترس از ریخته شدن آبرو و اینا همش منتفیه هیچ ربطی به آیه نداره چهار رو من آقا اصلا همه این اشکالات و تناقضاتی که این داستان داره بکنار خود آقایون اهل سنت مثل ابن ابی حاتم رازی تو کتاب تفسیرش جلد ده صفحه 33 62 تصریح میکنه این ماجرایی که ابن عباس در مورد ماریه و داستان و اینا نقل کرده سندش کاملا ضعیف و قابل استناد نیست حتی آلوسی وهابی هم در مورد این داستان میگه قال نویی فی شرح مسلم نووی تو شرح صحیح مسلم گفته از صحیح ان الایه فی قصه اصل قول صحیح و درست اینه که این آیه در مورد ماجرای اصل لافی قصت ماریه و آیات یک تا پنج سوره تحریم هیچ ربطی به قضیه ماریه قبطیه نداره و قول صحیح تر اینه که به قضیه اصل مربوطه و روایت و داستان درست اینه که آقا رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم تو این آیات و شیدن اصل را به خودش حرام کرده نه ماریه قبطیه ماجرای اصل هم که شیعه و سنیم حتی صحیح مسلم و صحیح بخاری هم نقل کردن اینه که آقا رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم عدالت رو به صورت کامل بین همه زنهاشون برقرار میکردن و برای هر کدوم از اونها یه زمان خاص و مشخصی رو قرار داده بودن که البته اگه برای شما سواله که چرا آقا رسول خدا این تعداد زن داشتن و ازدواج کردن حتما تو ها برام بنویسید که ویدیوهاشو سر فرصت بسازم هر بار که پیغمبر می اومدن خونه زینب بنت جهش و نوبت ایشون بوده البته بعضی‌ها میگن سوده همسر رسول خدا بوده اما فرقی نمیکنه این همسر پیغمبر یه اصلی رو میدادن آقا رسول خدا میل میکردن آیه و حفصه به خاطر حسادتی که به بقیه زنهای پیغمبر داشتن حسادت میکنن چیکار میکنن میان دست به یکی میکنن میگن هر موقع که پیغمبر اومد خونه ما دوتا بیا به رسول خدا بگیم مثلا اه اه دهن شما یه بوی بدی میده چی خوردین نمیدونم چه بوی اصلی میاد و از این حرفا آقا رسول خدا میان خونه این دوتا اینا هم نقشه‌شون اجرا میکنن میگن یه بوی اصلی میاد یه بوی بد گیاهی میاد پیغمبر اونجا بهشون میفرمان باشه اشکالی نداره برای اینکه شما اذیت نشین و رضایت داشته باشین من دیگه از این اصل نمیخورم همون آیه‌ای که میگه یا ایها النبی لما تحرم ما, ما احل الله لک. چرا بر خودت اون چیزی که حلال بوده رو حرام کردی تا رضایت زنها تو به دست بیاری پیامبر گفت چون من نمیخوام کسی اذیت نشه دیگه لب به اون اصل نمیزنم اما شما هم بیایید این قضیه رو برا زینب نقل نکنید تا یه وقت اون ناراحت نشه اما آیشه و حفصه اومدن این رازی رو که پیغمبر بهشون گفته بود فاش کردن و به همه گفتن کل این ماجرایی که شیعه و سنی قبول داره این بود اما اسلام سدیزا اومدن از یه کار اخلاقی رسول خدا که نمیخواستن کسی ناراحت بشه اینو گرفتن چند تا دروغ هم قاطیش کردن آخر نتیجه گیری کردن رسوایی جنسی محمد رسول خدا. کار این اسلام ستیزا اینه که دروغ و واقعیت رو با هم قاطی میکنن به خورد مخاطب میدن یه شبهه دیگه هم دارن میگن رسول خدا یه روز رفت در خونه یکی از فامیلاشون خانم اون بدون حجاب اومد دم در پیغمبر اونو دید و یه دل نه دل عاشقش شد به اون بنده خدا گفت تو زن تو طلاق بده که من باهاش ازدواج کنم که جواب کامل این شبهه رو میتونید از اینجا تماشا کنید ممنون که تا اینجا با من همراه بودین و جمله آخر یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد یا علی مدد.